خیلی ریشه کارایی که میکنم میتونم بگم فوتبال خیابونیه. آره میدونم دیگه، اصلا بعد جنوبی، حالا البته چون تکنیک بیشتر توی فوتبال جنوب بوده معنی نیست که جای دیگه نیست. کاپیتانی تیم ملی تو جام جهانی چه حسی برات داشته؟ واقعا خیلی عجیبه. حس غرور. آره غرور که نمیخواستی از ریش در بری احیانا؟ چرا در برم؟ کی این کارو نمیدونم، نمیدونم. هیچ کس نمیکنه این کارو، یهو به ذهنم رسید. نه چون نه. خیلی سنگینه. سخته. خیلی سنگینه. خیلی سنگینه به خاطر اینکه شما مثلا یه مثال برات بزنم. نیمار از کاپیتانی تیم ملی برزیل انصراف داد. بله. یه فشارهای روش بود که نتونستینه تحمل بکنه. آخه بازی داره میکنه ولی کاپیتان نیست. فقط کاپیتانی به بازوبند بستن توی زمین نیست. اون مسئولیتایی که بیرون زمین داریم من فکر می‌کنم خیلی بزرگتر و سخت‌تره. خب شاید ایشون به خاطر این قبول نکرده. میگم این قسمتش شاید سخت باشه ولی من دوست دارم. چون کمک کردن رو دوست دارم. کمک کردن صرفاً حالا مالی نیست، کمک کردن یعنی هم فکری معنوی که به آدما کمک کنم، به دوستام کمک کنم، به اطرافیانم کمک کنم. دوست داشتم که این اتفاق خب توی جام جهانی بیفته که برام یعنی یکی از هدفام بود. این اتفاق برام افتاد. هدف بود که کاپیتان تیم ملی بشی. همیشه به این فکر می‌کردم. چه جالب. آره و این برام واقعا یه حس غرور بود که من کاپیتان تیم ملی، تیم ملی ایران، کاپیتان 85 میلیون آدمم. حالا 85 میلیون داخل کشورم، بیرون از ایران هم داریم 90 میلیون، 100 میلیون. و این حسش اصلا غیر قابل وصفه، نمیتونه براتون بگم. بازی با آرژانتین کامل بازی کردی؟ دقیقه 80-85 تعویض شد، 80 فکر کنم. بازی عجیبی بود. خیلی فشار، خیلی فشار. حتی میشد ببریم اون بازی رو. ما خیلی بهتر از موقعیت آرژانتین. درست که خواستم همین رو دفاع می‌کردیم ولی اگر که ما خب اون برنامه‌مون بود. ما حالا با اون تاکتیکی آقای کیروش دیده بودن، حالا اینم جالب براتون میگم، همیشه ایشون برای ما تشبیه می‌کردن که آقای مسی شبیه ماره که آروم میره یهو نیش می‌زنه. بعد ما مثلا خب حالا یه قسمتی که داشتیم کار میکنیم که چجوری مهار کنیم بازیکن‌ها رو، به ایشون که رسیدیم به آقای مسی این تشبیهشون بود و واقعا میدونستیم که چجوری مهارشون کنیم، کنترل کنیم. و اینم گفته بودن که یک لحظه، یک غفلت کافیه که ایشون کارشون رو بکنن. واقعا ما تو طول 90 دقیقه کنترل کرده بودیم. آره یه شوک داد دیگه، نمیدونم یاره مستقیمش کی بود جامون رو این شوک، چون خیلی هم مشخص بود دیگه مدلی که همیشه دریبل میزد دریبل زد. نه ولی خودم عدم تمرکز، خستگی، فشاره. من همیشه حالا بازی اخیر رو میگفتم 2018 بازی با اسپانیا پورتو خیلی فشار زیاده. یعنی ما طبیعی هم هست که با توجه به توانایی حالا اون فاصله که هست فوتبالی، نمیگم خیلی زیاده ولی بالاخره یه فاصله اینو باید قبول کنیم باید. ما کم صاحب توپیم و آیا شما زمینو میگیرین تو با میدین دیگه ببین بچه اصطلاحات اصلا شما بی‌نظیری عملا مربیش اختیار باید به خاطر همین فشار خیلی، یعنی ما بدون توپ خیلی میدویم و شاید یه جایی که مثل اون موقع شاید یه صحنه که همه میگن چرا مهدی طارمی توپو گل نکرد. ببین من فکر می‌کنم اگه مهدی طارمی الان بود با تجربه الانش هم بازی با اسپانیا رو اون لایی که وحید امیری انداخت بعد توپو رو دروازه ساند کرد سوار رو توپ بود، یعنی فقط کافی بود توپو بزنه به سمت زمین و همون تو آخر بازی با پرتغال هم شاید مهدی طارمی الان بود که از وسط زمین گل میزنه. ولی خب میگم اینم ولی فشار سنگین آره. هم فشار همین که مثلا خب مهدی طارمی تو اون سن همین دیگه قرار نیست که با تجربه به دنیا آره. این تجربه میشه براش ان شاء الله تو این جام جهانی بعدی بتونه برای تیم ملی افتخار آفرین.